فردا سه‌شنبه 26 بهمن قراره که پاریس سن ژرمن با رئال مادرید بازی کنه، اما نکته کار اینجاست که سرخیو راموس برای اولین بار که مقابل تیم اسبق خودش بازی میکنه. سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. قراره که با هم دیگه الان بریم پنالتی کشی کنیم بین پاریس سن ژرمن و رئال مادرید، ببینیم که کدومشون برنده میشن با وجود سرخیو راموس در مقابل تیم اسبق خودش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشین، اینستاگرام فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکا و بریم سراغ ویدیو. همونجوری که میبینید همه تیم ها آپدیت هستن، هر دو تیم. من سرخیو راموس رو که حالا توی پی اس جی بهش میگن سرجیو راموس، من دوست داشتم که بذارم پنالتی پنجمو بزنه، چون حالا میگن پنالتی اول سوم پنجم مهمه، ولی من دوست دارم پنالتی پنجمه رو بزنه که این مثلا پنجمی رو بزنه یه دفعه ببریم، اونجوری حالش میکنم بیشتر باشه. اما اینجوری میترسم که به پنجمی نرسه ما ببازیم. میذارمش سرخیو راموس پنالتی سوم و بریم سراغ کار. اونا هم که همینجوری میبینید پنالتی اون پنالتی کشیشون رو اونجوری گذاشتن بازیکناشون رو. بریم سراغ کارو پنالتی کشی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ پنالتی ها، شما پیش بینی کنید که کی میبره، آیا پی اس جی میبره یا رئال مادرید، و میتونه راموس مقابل تیم خودش گلزنی بکنه یا نه. حتما توی کامنت ها بنویسید و بریم سراغ ضربه پنالتی. اولین پنالتی رو نیمار شروع میکنه، میخوایم باهاش پنالتی رو بزنیم و ببینیم که کجا بزنیم کجا نزنیم. آقا من بهتون نشون میدم کجا بزنیم. من مثلا میخوام بیا اینجا بزنم، من اینجا میزنم، اینجا زدیم زمینی سمت چپ سمت راست کورتوا، ماشاءالله اینقدر گوش رفت نتونست کاری بکنه. ماشاءالله آقای نیمار برمیگرده، نیمار دونا رو در اون دروازه قرار میگیره. وینیسیوس جونیور میخواد ضربه‌شو بزنه، میگم بزن اینور. ای لعنتی زد همون ور، گل خوردیم. آقا مسی پشت توپ قرار گرفته، این دفعه میخوام بزنم این ورش، این دفعه بزنیم این ور، این دفعه بزنیم این ور. ماشاءالله مسی پر میکنه تا کورتوا، خلاف جهت میره. ماشاءالله مغز. پنالتی بعدی سرخیو راموس، دونا رو ما رفت توی دروازه. خب آسنسیو میزنه و میگیره. اینه 2-1 پی اس جی فعلا جلو هستش و سرخیو راموس باش تو قرار میگیره. ببینیم که میتونه به تیم سابقش گل بزنه یا نه. میخوام چیپ بزنم آقا، موافقی؟ این موافقم نباشین میخوام بزنم. یا علی مددی، چیپ رو زدم، جان من برو اونور آبرومون نره. وای وای چیپشو گرفت، چیپشو گرفت. وای 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 این کیه؟ اینو چرا من نمیشناسم؟ ماشاءالله دوناروما. پنالتی گیری من قویم. پنالتی همه رو میگیره. پنالتی بعدی آقای دیماریا میخواد بزنه، میخوام بزنم دقیقا اینجاش، یعنی برخلاف زاویه بدنی و اون پایی که داره بزنم و بل توی دروازه. این پنالتی رو اگه بگیریم بردیم، پنالتی رو اگه بگیره برده و ما میشیم میشه نتیجهمون 3-1 اگه این پنالتی رو بگیریم. دوناروما در اون قرارداد قرار گرفته، دروازه‌بانی دوناروما خدایی خوبه و پنالتی که گرفته هم خوبه، توی یورو هم تونست قشنگ پنالتی بگیره. وو گل خوردیم. همه چی به این پنالتی بستگی داره، یا این پنالتی گل میشه یا نه. سرخیو راموس، نیمار، مسی و دیگر اعضا و باند پاریس سن ژرمن نگاهشون به کلیان امباپه است. کلیان امباپه که خیلی هم پنالتیش خوب نیست، میخواد بزنه اینور. به نظرتون گل میشه یا نه؟ زد امباپه، امباپه زدش، امباپه زدش، ماشاءالله و توی دروازه میگیرن جام قهرمانی و پاریس سن ژرمن و سرخیو راموس تونستن که مقابل تیم قبلی خودش یعنی سرخیو راموس به برد برسه. و پیش میتونه آیا درست بوده یا نه؟ فکر کنم چند بردیم یه لحظه من ببینم. 4 بردا تونستیم که ببریم. آیا شما نتیجتون و پیش بینیتون همین بوده یا نه؟ ای که همین بوده، واقعا شما یک پیش بینی کننده عالی هستید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی اینستاگرام فالو بکنید سریعتر برسیم به سیکا. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.